سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به درس 3 گرامر و دیالوگ من که یه جورایی بر اساس کتاب گرامر آن دیالوگ. درس قبلی رو ببینید، درس بعدی رو هم ببینید. امروز میخوام درباره لو پاسه رسان صحبت بکنیم بچه ها. پاسه رسان یعنی آینده، ببخشید گذشته نزدیک، یعنی یه کاری که همین الان تموم شده و خیلی زمان زیادی ازش نگذشته. پور فرماسیون برای که چجوری بسازیمش، میگه لو پاس رسان سو فرم اوک لو ور ونیر او پریزان، فعل ونیر رو صرف میکنیم به زمان حال، سویوی دو بعدش یه دو میاد، ادم ورب الانفینیتیس، پس فعل ونیر دو رو صرف میکنیم، مستر رو بعدش میذاریم. مثلا چیه؟ پراندر به معنی تیک، گرفتن. من اگه بخوام پراندر رو صرف کنم میشه je viens de prendre, tu viens de prendre, il vient de prendre, elle vient de prendre, on vient de prendre, nous venons de prendre, vous venez de prendre, il vient de prendre. یعنی همین الان گرفتم. مثل تو انگلیسیش میبینی I just took. Allez, je viens d'aller. تا ادامهش مثلا je viens d'aller, tu viens d'aller, il vient d'aller, elle vient d'aller, on vient d'aller, nous venons d'aller, vous venez d'aller, il vient d'aller, elle vient d'aller. Faire مثلا je viens de faire، همین الان انجام دادم. برای افعال دو ضمیرم شکلش بچه ها اینجوری میشه je viens de me laver، یعنی همین se lever، ببخشید یعنی بیدار شدن یا از جا برخواستم. Je viens de me lever، یعنی همین الان بلند شدم. فعلای دو ضمیره بچه همشون این شکلیه، یعنی اون ضمیر فعلای دو ضمیره یا پرونوم رفلشی، ضمیر انعکاسی هم با فاعل مطابقت میکنه. نگید je viens de se lever، je viens de me lever، tu viens de te lever، il vient de se lever، elle vient de se lever، on vient de se lever. Nous venons de nous lever, vous venez de vous lever, ils viennent de se lever. نکته ای که اینجا مهمه بچه، برای فعل ونیر صرف فعلش رو دقت کنید. سه تا ریشه متفاوت داره. برای مفرد ویان ویان هست، ویان ویان ویان. برای نو و وو ون هست و برای سوم شخص ویان هست. دو تا ان داره. اینجا نکته ای داره، میگه لو پاس رسان سوتیلیز تری رارمان ا لا فورم نگاتیو، معمولا توی حالت منفی استفاده نمیشه. نمیگه همین الان این کار نکردم. اوتیلیزاسیونش چیه؟ استفادهش چیه؟ لو پاس رسان پرمی دکسپریمه اون اکسیون کی ویان تو جوست دو سو پرودویه، یعنی یه کاری که همین الان انجام شده. سیت اون اکسیون کی سه پاس تری رسامان، خیلی اخیر انجام شده. مثلا چی؟ L'action vient juste de se produire. همین الان یه اتفاق افتاده. مثلا اسنا vient de finir son devoir، یعنی همین الان تکلیفش رو انجام داده. Il vient de rentrer à la maison، همین الان برگشته خونه. Nous venons d'apprendre la nouvelle، یعنی همین الان این خبر رو یاد گرفتیم. حالا گفته اگه ما بخوایم یه ضمیر شخصی استفاده کنیم جاش کجا خواهد بود؟ Quand on utilise un pronom personnel, on la place entre venir entre venir et بعد از venir دو. حالا اینجا درست ننوشت. On la place après venir دو بچه. مثلا چی؟ مثلا میگه tu viens de le voir، همین الان دیدیش. نمیگم tu le viens de le voir، nous venons de leur parler، همین الان باشون صحبت کرد. این لغو یعنی ضمیر میاد قبل از اون فعل اصلی، نه فعل ونیر. یادتون باشه il vient de s'en occuper، یعنی اونا همین الان بهش رسیدگی کردن. pour insister sur l'immédiateté، اگه میخوایم خیلی دیگه بگیم که خیلی اخیر بوده، میتونیم یه جوست اضافه کنیم. on peut ajouter le mot juste avant de pour renforcer le fait que l'action vient tout جوست دقیقه، یعنی برای تأکید روی اینکه خیلی اخیر بوده. مثلا میگه il vient juste de partir، یعنی همین الان رفته. je viens juste de t'appeler، یعنی همین الان بهت زنگ زدم. یه دیالوگ داریم، آخرش هم بچه ها یه دونه تمرین دارم که توی کامنت ها برای من مینویسید. دیالوگ چیه؟ برام tu viens juste de rentrer du bureau، همین الان از دفتر برگشتی. Oui, je viens de finir une longue réunion et je suis épuisé. من همین الان یه دونه
جلسه طولانی رو تموم کردم و خیلی خستم. تو ویان دو رانتره اوسی و تو چی؟ تو هم همین الان برگشتی؟ شیرین میگه نو je suis à la maison depuis un moment. من خونم از یه مدتی. je viens de finir de cuisiner. همین الان آشپزی کردم. le dîner est prêt. شام حاضره. génial. عالیه. j'ai tellement faim. خیلی گرسنمه. je viens juste d'envoyer ان میل اورژان. همین الان یه دونه ایمیل اضطراری رو فرستادم. مه متنام جو پو انفن مو دتان. ولی الان بالاخره میتونم ریلکس کنم. شیرین میگه تو سه میدونی مامان ویان دو مپلی. مامان همین الان زنگ زد. ال دی کل ویان ره نو وار سو ویکن. به من گفت که میاد ما رو ببینه این آخر هفته. ساتون بیان. چه حسن تصادفی. Je viens de ranger le jardin. همین الان حیاط رو مثلا باغ و مرتب کردم. Ce sera agréable de passer du temps dehors avec elle. خیلی دلپذیر خواهد بود که زمان رو بگذرونیم بیرون با او. Oui, j'ai aussi pensé à elle. بله منم به اون فکر کردم. Je viens juste préparer son dessert préféré. همین الان درست کردم دسر مورد علاقه شو. elle va être content. خیلی خوشحال خواهد شد. برام میگه que disent les enfants. بچه ها چی میگن؟ ils viennent de finir leur devoir. آیا تکالیفشون همین الان تموم کردن؟ oui, Sina vient juste de terminer ses maths. سینا همین الان تمرینای ریاضی شو تموم کرده. Et Paris vient de finir de lire son livre pour l'école. Paris هم همین الان کتابش رو برای مدرسه تموم کرد. بهرام میگه parfait, عالیه. Je vais leur dire de se préparer pour dîner. بهشون میگم که آماده بشن برای شام. Avant que j'oublie. قبل از اینکه فراموش کنم. Tu te souviens de l'exposition d'art dont je t'ai parlé? آیا یادت میاد نمایشگاه هنری که دربارش با صحبت کردم؟ Je viens de recevoir une invitation pour samedi. یعنی همین الان یه دونه دعوت نامه دریافت کردم برای شنبه. C'est super, عالیه. On irait après la visite de maman. ما اونجا میریم بعد از بازدید مامان. Je viens juste de me libérer de quelques tâches pour ce week-end. من همین الان خودم از شر یه سری وظایف برای این آخر هفته رها کردم. Donc on pourra y aller tranquillement. پس میتونیم به راحتی اونجا بریم. برسیم به تمرین. جوابشو بچه ها توی کامنت ها برام می نویسید. Complétez les phrases avec le passé récent. جوابش همه با آره هست. Tu as vu Hamid aujourd'hui؟ آیا حمید رو امروز دیدید؟ توی جواب ضمیرم استفاده کنم. مثلا اینجا ضمیرش لوه. Vous avez fini de préparer le projet. آیا تموم کردید آماده کردن پروژه؟ همه رو با پس قسم جواب بده. سوم میگه لیلا است که تو فرق تقریبا لایقوپا. آیا داداشت به فرودگاه رسید؟ اینا رو جوابشو اگر بلدید توی کامنت ها بر من بنویسید. تمرین های اینا رو انجام بدید و ویدیوهای قبلی و بعدی رو برای این دوره ببینید حتما.